آیا اعتراضات مردمی که جهان عرب را به لرزه درآورده واقعا منجر به آزادی‌های سیاسی خواهد شد؟ مصر از بسیاری جهات در این مورد یک سنگ محک است. شورای نظامی بعد از حسنی مبارک وعده انتخابات در سپتامبر را داده، ولی بسیاری از فعالان دموکراسی‌خواه به تعهد نظامیان به اصلاحات گسترده شک دارند. مهمان من دکتر اسلام الاریان یکی از شخصیت‌های برجسته و پیشگام در گروه اخوان المسلمین است. این گروه پیشگام و پیشتاز انقلاب میدان تحریر نبود، ولی ممکن است برنده اصلی در این عرصه جدید سیاسی در مصر باشد. این چه پیامدی برای خاورمیانه خواهد داشت؟ اسام الاریان در مصر، به برنامه هارد تاک خوش آمدید. شما هم خوش آمدید. یک شورای نظامی در کشور شما تصدی امور رو به دست گرفته. آیا به آنها اعتماد می کنید که آزادی و دموکراسی رو به کشور بیارن؟ من فکر می کنم بعد از انتخابات پارلمانی در سپتامبر نظامی ها قدرت را به غیر نظامی ها واگذار خواهند کرد و همینطور بعد از انتخابات ریاست جمهوری آینده. Why are you so confident given what we have seen؟ چرا اینقدر خاطر جمعید با توجه به اون چه که ما در روزهای اخیر شاهد بودیم؟ مثلا گرد همایی های آخرین باقی مانده های فعالان دموکراسی خواه رو به زور از میدان تحریر بیرون کردن، چیزی که در دستور کار شورای نظامی قرار گرفته تا تظاهرات رو ممنوع کنه. چرا شما از قصد و نیت اونها اینقدر مطمئن هستید؟ من خوشبینم، چون قدرت و نیروی مردم هنوز در کاره و هیچ نیروی قادر به شکست خواست و اراده مردم نیست. خواست و اراده واقعی مردم ورود به دوره جدید و به یک نظام دموکراتیک در مصر. مردم به تلاش خودشون ادامه میدن تا باقیمانده ویرانه های رژیم مبارک رو دور بیاندازند. هیچ کس قادر نیست جلوی نیروی مردم رو بگیره. خب شما میگید که این خواست و اراده مردمه، ولی من به گذشته خود شما فکر میکنم. شما سالها در حبس بودید و شکنجه شدید. کسایی که امروز قدرت رو در دست دارن تقریبا همون کسایی هستند که همون نظام رو زیر نظر داشتن، نظامی که چنین سختی هایی رو به شما تحمیل کرد. با همه اینها حالا چطور شما اینقدر خیالتون راحته؟ فکر میکنم بعد از 25 ژانویه، بعد از عزل و برکناری حسنی مبارک از قدرت، مردم حالا هوای آزادی رو تنفس کردن و نمیشه اونها رو به وضعیت رژیم گذشته برگردون. نظامی ها خودشون این موضوع رو خوب میدونن و مطابق تصمیم و برنامه‌ای که دارن قدرت رو به کسانی که متعهد به خدمت هستند واگذار خواهند کرد. تظاهرات مردمی هنوز ادامه داره. من فکر می کنم که اگر همه ما جناح‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی آینده در یک خواست ملی با هم متحد بشیم، می تونیم یک پارلمان درست حسابی داشته باشیم. پارلمانی که نماینده همه جناح‌های سیاسی خواهد بود. ما بعد می تونیم در پارلمان هم با هم متحد بشیم که در این صورت می تونیم نظامی ها رو بیشتر تحت فشار قرار بدیم. جالبه که شما در مورد اتحاد تمام جناح‌های سیاسی صحبت می‌کنید. روشنه که جناح‌های سیاسی متحد نیستند. ما این را در جریان برگزاری همه‌پرسی 19 مارس شاهد بودیم. بسیاری از فعالان جوان دموکراسی خواه میدان تحریر خواهان رأی منفی به تغییر در قانون اساسی بودند. گروه شما اخوان المسلمین تلاش زیادی کرد که نتیجه مثبت به دست بیاره. چنین شکافی در این جنبش دموکراسی خواهی نشان دهنده چیست؟ فکر می کنم 77% که در همه پرسی رأی مثبت دادند، رأی اونها به ایجاد امنیت و واگذاری قدرت به غیر نظامی ها و همینطور به یک قانون اساسی جدید بر اساس یک برنامه مشخص و نه برنامه نامشخص اونطور که رأی منفی ها می خواستند. ولی دکتر اریان، شما دقیقاً به اون چیزی رأی دادید که نظامیان و حزبی که سالیان دراز حزب حاکم بود، حزب دموکرات ملی می‌خواستند. به یک معنا شما با رژیم قبلی همکاری کردید. نه، مطلقاً اینطور نیست. رژیم گذشته دیگه در حال محو شدنه. ما با تمام نهادهای متعلق به رژیم گذشته در مصر قطع رابطه خواهیم کرد.
ولی ما به زمان نیاز داریم تا یک نظام دموکراتیک ایجاد کنیم و این نیاز به وحدت و همبستگی و همکاری همه جناح‌های سیاسی داره. ما اونها رو برای گفتگو به دفاتر خود دعوت کردیم. اونها برای گفتگو آمدن و باز هم خواهند آمد. ما برای ایجاد همبستگی، وحدت در جامعه و شرکت در انتخابات پارلمانی آینده پیش قدم خواهیم بود. آیا بر سر رأی مثبت در همه پرسی با نظامیان معامله کردید؟ مطلقاً نه. نظامی ها به تنهایی کار می کنند و ما هیچ رابطه ای با اونها نداریم. وقتی هم که نظامی ها ما رو برای جلسه ای دعوت کردند، احزاب و جناح‌های سیاسی دیگر هم اونجا بودند. جواب شما چیست به بعضی از فعالان جوانتر؟ روی این کلمه تاکید می کنم، فعالان جوانتر مثل نبیل احمد حلمی که عضو شورای ملی حقوق بشر مصر. او معتقده و از اون نقل قول میکنم که اخوان المسلمین سعی میکنه تا از راههایی رهبری انقلاب رو به دست بگیره. مطلقا نه، چون ما هیچ نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری نخواهیم داشت. همچنین تلاش ما برای کسب اکثریت کرسی ها در انتخابات پارلمانی نیست. ما میخواهیم با جناح‌های سیاسی دیگر و با همه سازمان های غیر دولتی کار کنیم تا یک نظام جدید دموکراتیک ایجاد بکنیم، نظامی مطابق ارزش‌ها و قوانین عالی‌ترین نظام‌های دموکراتیک در جهان. ما با همه عناصر جامعه همکاری خواهیم کرد تا به این هدف اصلی برسیم. این به این معنیه که مصر و بقیه کشورهای عربی و خاورمیانه وارد دوره جدیدی شدند و آنها نهایتاً به دموکراسی خواهند رسید. شما دکتر ارگان روش عجیبی برای همکاری با دیگر جناح‌های اپوزیسیون دارید. شما چندی پیش به روزنامه نیویورک تایمز گفتید و من اینجا نقل قول می‌کنم، به روشنفکران، لیبرال‌ها و سکولارها اعتماد نکنید. اونها اقلیتی هستند که مدام سر و صدا می‌کنند. ولی در این حال اونها به ما نیاز دارند و ما هم به اونها نیاز داریم. به سختی میشه گفت که این راه درست همکاری اونها رو گروه کوچیکی بنامید که مدام سر و صدا میکنن. این در مورد بعضی از روشنفکرها صحت داره، ولی احزاب سیاسی سر و صدا راه نینداختن. اونها دارن در متن جامعه کار میکنن تا نامزد خودشون رو معرفی کنن. ولی افرادی هستند که در رسانه ها ظاهر میشن و سر و صدا راه میندازند و عملا کاری نمی کنند. من مدام از اونها خواستم که دست به کار بشن، حالا یا به تنهایی یا با دیگران. Here's why so many people who were prominent in the democracy movement in Tahrir. برای همینه که بسیاری از کسانی که در جنبش دموکراسی خواهی در میدان تحریر حضور عمده و برجسته داشتند، از نتیجه این همه پرسی خوشنود نیستند، چون این در اصل به شما 5 یا 6 ماه فرصت میده تا خودتون رو برای انتخابات پارلمانی آماده کنید و این به نفع گروه های قدیم حزب حاکم یعنی حزب دموکرات ملیه و به نفع شما گروه اخوان المسلمین هم هست. این به نفع فعالان جوان و جدیدی نیست که سعی میکنن احزابی در مصر تشکیل بدن. ما رک و راست به اونها گفتیم که احزاب سیاسی فقط میتوانند در بین توده مردم و از راه ارتباط با مردم ایجاد بشن و نه پشت درهای بسته. اونها باید به روستاها برن، به خیابونها برن، با مردم صحبت کنند و حزب جدید خودشون رو تشکیل بدن. همه احزاب به مبارزه انتخاباتی نیاز دارن. از راه مبارزات انتخاباتی میشه به بسیاری از اهداف حزب رسید. بدون وارد شدن به مبارزه انتخاباتی هیچ حزب جدیدی نمیتونه تشکیل بشه. آیا علتش اینه که گروه اخوان المسلمین هم سازمانی به شدت محافظه‌کاره و اگه اشکال نداشته باشه که بگم بیشتر کادر رهبری اون از مردانی بالای 50 سال تشکیل شده؟ آیا به همین علته که ظاهراً شما در درک اهمیت اون چیزی که در میدان تحریر اتفاق افتاد بسیار کند بودید؟ بیش از 85% از اعضای ما در اخوان المسلمین کمتر از 30 سال سن دارند. اکثریت اعضای سازمان ما جوانان هستند.
اونها قدرت سازمان اخوان المسلمین هستند. منظور شما رو فهمیدم و باید حرفتون رو همینجا قطع کنم، چون این به نکته بعدی که میخوام بگم مربوط میشه. جوانانی که در سازمان اخوان المسلمین هستند الان دیگه روشی که سازمان شما همچنان در پیش گرفته رو قبول ندارند. برای مثال کمال سمیل فرج که از طرف جنبش جوانان اخوان المسلمین صحبت کرده، درخواست کرده که حق اظهار نظر و اعمال نفوذ بیشتری برای جوانان و برای زنان در سازمانتون قائل بشید. اونها اتفاقا در کادر رهبری هستند. از طرف جوانان اخوان المسلمین صحبت نمی کنند و خودشون از اعضای کادر رهبری هستند. خارج از این گروه نیستند. دکتر اریان، این نمیتونه درست باشه، چون بر اساس قوانین شما مثلا زنان نمیتونن نقش و جایگاه سیاسی در رأس سازمان شما داشته باشن و وظایف کامل سیاسی رو بر عهده بگیرن. در آخرین انتخابات پارلمانی که حزب دموکراتیک ملی و پلیس در سال 2010 ترتیب داده بودند، بیش از 17 زن در لیست انتخاباتی ما بودند. اونها در رژیم گذشته به تنهایی کار میکردند، ولی الان با ما کار میکنند. دکتر اریان، منظور من زنان نماینده و حضورشون در پارلمان مصر نیست، منظورم در دفتر ارشاد شماست و نوع افرادی که اجازه دارند در مورد مسائل سیاسی در مجلس شورا رأی بدن. در رأس سازمان شما زنان هیچ نقش و جایگاهی ندارند. الان همه آیین‌نامه‌های اخوان المسلمین بازبینی شده. حالا یا ممکنه که همون قوانین رو جداگانه برای زنان هم داشته باشیم، یا اینکه زنان رو در تمام نهادهای این سازمان راه بدیم تا به ما ملحق بشن. این حالا موضوع بحث و مناظره در داخل اخوان المسلمینه. بله، فقط در حد بحث و مناظره است، مگه نه؟ ولی مثلا شما مایلید نتیجه این مناظره چی باشه؟ آیا شما با جوانان حزب اخوان المسلمین موافق هستید؟ جوانانی که میگن باید نقش و وظیفه کامل سیاسی به زنان داده بشه و باید برابر و حق عضویت در دفتر ارشاد رو داشته باشن. با زنها هم مثل مردها رفتار شده، فقط در گذشته اونها به طور جداگانه فعالیت میکردن، ولی الان همه با هم در داخل حزب عدالت و آزادی فعالیت میکنند. اونها دیگه جدا نیستند، داخل حزب هستند. اونها بخشی از گروه رهبری و بخشی از کل بدنه حزب جدیدند. این مسئله مهمیه، چون فقط مسئله سازماندهی اخوان المسلمین نیست، بلکه تصویری است که برای آینده مصر ارائه می‌دهید. تصویری است که اگر شما در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر موفقیت‌هایی به دست بیارید ارائه خواهید کرد. آیا برای مثال شما اگر به قدرت برسید می‌خواهید در مصر به طور کامل قوانین اسلامی وضع کنید؟ فکر می‌کنم باید این نکته رو درک کرد که قوانین اسلامی رو اکثریت مردم مصر پذیرفتند. حتی قبطی‌ها و مسیحی‌های دیگر قوانین اسلامی رو پذیرفتند، چون قوانین اسلامی برای اونها هم مثل همه شهروندان دیگر حقوق و وظایف برابر قائله. قوانین اسلامی یعنی حقوق شهروندی، محفوظ بودن این حقوق و عمل کردن به اون، نه فقط زیر چتر قانون اساسی، بلکه زیر چتر توافق ملی. یعنی برابری و آزادی، حق آزادی مذهب و مراسم آیینی برای همه. این حقوق در قوانین اسلامی محفوظه. اجرای قوانین بر اساس تفسیری که مردم مصر از اون دارند برای همه مردم دنیا خوبه. حالا همه منتظرند که شاهد نوع دیگری از اجرای قوانین اسلامی باشند. میتونم نقل قول‌های بسیاری از رهبران مسیحی قبطی برای شما بیارم که نمیخوان در مصر قوانین اسلامی وضع بشه. ولی منظورتون چیه وقتی میگید که این قوانین شامل همه خواهد بود؟ آیا منظورتون اینه که مسلمان و غیر مسلمان در مصر همه باید قوانین اسلامی رو بپذیرن؟ قوانین اسلامی بدون اجازه و بحث در پارلمان و بدون نظارت دادگاه عالی قانون اساسی قابل اجرا نیست و این تنها راه اجرای قوانین اسلامه. بر اساس قانون اساسی، قوانین اسلام منبع اصلی قانونگذاریه و این قانونگذاری در پارلمان انجام میگیره، نه در سازمان ما. هدف از تمام این بحث‌ها اینه که اگر شما در انتخابات پارلمانی آینده به اون پیروزی که مد نظرتونه برسید و در مصر نیروی غالب و حاکم بشید چه خواهد شد؟ مثلا اونطور که من فهمیدم شما میگید که مقام‌های نخست وزیری و ریاست جمهوری به غیر مسلمانان تعلق نخواهد گرفت. آیا این درسته؟ نه.
According to the constitution which was still preserving the right of all Egyptians. نه، طبق قانون اساسی که هنوز پابرجاست، این حق برای همه مردم مصر محفوظه. در قانون اساسی جدید هم این تغییر نخواهد کرد. Women, Christians, Muslims, زنها، مسلمانها، مسیحیها و لائیکها همه میتونند نامزد بشن. اگر مردم به اونها رأی بدن، رئیس جمهور خواهند شد. اگر مردم به اونها رأی ندن، رئیس جمهور نخواهند شد. Right. It's a little hard for me to understand how that could work in practice. درک این مسئله برای من کمی مشکله. چطور این در عمل ممکنه؟ مثلا این نکته رو در نظر بگیریم، وقتی خط مش سیاسی شما در سال 2007 در رسانه‌های مصر درس کرد، معلوم شد شما خواهان یک شورای مذهبی نظارت کننده بودید. یک شورای عالی روحانیون که علناً یک نقش سیاسی داشته باشد، اینکه قوانین رو با اصول اسلامی مطابقت بدن که اگر اینطور نبود به اون رأی مخالف بدن. به نظر میرسه که شما می‌خواید عقاید اسلامی رو در سیاست و حکومت مداخله بدید. I think this was a draft which was revised by us after many discussions with intellectuals. We were on the only. این یک پیشنویس بود که ما بعد از بحث‌های زیادی که با روشنفکرها کردیم، اون رو بازبینی کردیم. ما تنها سازمانی بودیم که پیشنویس خودمون رو به 65 نفر فرستادیم تا اون را نقد کنند. پیشنویس نقد شد و خوب روی اون بحث شد. ما اون رو بازبینی کردیم و این مسئله مردود شد. بازبینی های زیاد دیگری هم انجام شده و ما باید دو هفته منتظر بمونیم تا خط مشی حزب عدالت و آزادی رو ببینیم که اگر مورد قبول واقع بشه خط مش بسیار خوبی خواهد بود که در این صورت همه نکاتی که در پیشنویس مورد انتقاده کنار گذاشته خواهد شد. برای اینکه این موضوع روشن بشه، پس یک شورای مذهبی نظارت کننده برای تصمیم گیری های سیاسی نخواهد بود؟ درسته، هیچ شورای روحانیون نظارت کننده وجود نخواهد داشت. حتی در پیشنویس آخر هم سوء تفاهم ایجاد شده بود. اونطور که شما گفتید نبود. اون فقط پیشنهاد یک کمیته مشاور بود. این نکته جالبیه، چون شما در سازمانتون به عنوان یک فرد میانه رو شناخته شدید. آیا دیگر رهبران گروه شما هم اون چرا که الان شما به من گفتید تایید کردن؟ فکر می‌کنم سازمان‌های اخوان المسلمین در سراسر جهان بر اساس قوانین دموکراسی کار می‌کنند، یعنی بحث، رأی‌گیری و قانون اکثریت. شما تمایز بین میانه‌روها و محافظه‌کارها در سازمان ما رو می‌بینید. همینطور ما نقطه نظرهای متفاوتی داریم و این یعنی دموکراسی. و نهایتاً اگر تصمیمی گرفته بشه، بر اساس آیین نامه و نظام نامه سازمان همه ما به اون احترام خواهیم گذاشت. دکتر الاریان، اجازه بدید این نکته رو روشن کنم. شما موضوعاتی از بلندپروازی‌های سیاسی خودتون مطرح کردید. در مورد انتخابات پارلمانی سپتامبر، آیا دوست دارید که گروه اخوان المسلمین به تنها حزب و بزرگترین حزب سیاسی در مصر تبدیل بشه، حالا تحت هر نامی؟ نه، همه چیز فقط یک رقابته. ما الان از همه جناح‌ها خواستیم که بیان تا در یک لیست متحد بشیم، چون ما برای ساخت یک نظام جدید دموکراتیک با چالش‌های زیادی روبرو هستیم و این نیاز به همبستگی و وحدت و همکاری داره. تلاش ما برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات آینده نیست. ما در پارلمان قبلی 20 کرسی داشتیم، یعنی تونستیم 6% کرسی‌ها رو به خودمون اختصاص بدیم. حالا اگر در انتخابات آینده بتونیم 30% رو به دست بیاریم، این برای ما خوبه و 70% هم به جناح‌های دیگر خواهد رسید. اگر ما متحد بشیم، میتونیم 60% یا بالاتر از 55% از کرسی‌ها رو به دست بیاریم و به این ترتیب میتونیم ائتلاف تشکیل بدیم و وارد دولت جدید بشیم. دولتی که نمایندگان اکثریت مردم مصر رو در خود خواهد داشت. دولتی برای ایجاد یک نظام جدید دموکراتیک. اگر اونطور که گفتید که با احزاب دیگه همکاری کنید، یعنی احتمالاً 60% و بالاتر کرسی‌ها در پارلمان جدید رو بگیرید، فکر می‌کنید ارزیابی آمریکا و اسرائیل از این مسئله چه خواهد بود؟ I think all international community including United States and Israel must respect the will of the Egyptian. فکر می کنم که جامعه جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل باید به خواست مردم مصر برای ایجاد یک نظام جدید دموکراتیک احترام بگذارند. الان خاورمیانه و کشورهای عربی در حال تغییرند. تغییر از یک نظام استبدادی و دیکتاتوری به یک نظام دموکراتیک.
روشنه که این نظام‌های دموکراتیک قصد ندارند برند اعلام جنگ کنند. اونها امنیت، رفاه، برابری و عدالت رو به منطقه خواهند آورد. ببخشید که حرفتون رو قطع می‌کنم. آیا این منجر به ثبات در منطقه خواهد شد؟ از یکی از همکاران شما و از شخصیت‌های اخوان المسلمین نقل قول می‌کنم. As he says, and I'm quoting him from the other day. راشد البیومی گفته که معاهده صلح با اسرائیل رو باید فسخ کرد. چون معاهده صلح به هدف مورد نظرش نرسیده. معاهده صلح برای امنیت و ثبات به وجود اومد و این اهداف اصلاً به دست نیومد. ما شاهد جنگ‌های زیادی بودیم که اسرائیل شروع کرد. جنگ علیه عراق، علیه لبنان، علیه غزه. هدف دیگر معاهده این بود که یک کشور مستقل فلسطینی تشکیل بشه که پایتخت اون بیت المقدس باشه. این هدف هم به دست نیومد. امنیت در منطقه به دست نمیاد مگر اینکه حقوق فلسطینی‌ها داده بشه. So any parliament that you represent a dominant force within. پس در پارلمانی که شما در اون اکثریت داشته باشید، آیا در جهت فسخ معاهده صلح با اسرائیل تلاش خواهید کرد؟ و با توجه به اونچه رهبر شما محمد بادی گفته که حماس را برادران مجاهد نامیده که باید در مبارزه خودشون استقامت کنند، حدس می‌زنم پس از حماس هم حمایت خواهید کرد. Look sir, Israelis must ask themselves, are they going to be اسرائیل باید از خودش بپرسه که آیا میخواد تنها کشوری در منطقه باشه که از اون به عنوان نظام تبعیض‌آمیز نام میبرن؟ اسرائیلی ها باید به این سوال جواب بدن که چطور باید عمل کنن؟ اونها در 14 دهه گذشته در روند صلح بودن و به صلحی نرسیدن. آیا اونها در این که میخوان به صلح برسند و حقوق فلسطینی ها رو بدن صادقند؟ یا اینکه با رفتارشون مردم فلسطین رو به سمت مقاومت سوق میدن؟ اسرائیل یک واقعیت کشور همسایه شماست. آیا شما و دیگر شخصیت های عالی رتبه اخوان المسلمین با اسرائیل خواهید نشست تا در مورد ثبات منطقه‌ای بحث کنید؟ یعنی یک گفتگوی رو در رو؟ بدون گفتگوی رو در رو هیچ صلحی به دست نمیاد. اسرائیل در جهت صلح عمل نمی‌کنه. اونها از زمان تأسیس کشور اسرائیل در جهت جنگ عمل کردند. پس شما هم اگر یکی از نیروهای سیاسی غالب در عرصه سیاسی مصر بشید، ما شاهد یک تغییر بنیادی در معاهده طولانی مدت صلح اسرائیل و مصر و هم در روابط مصر با آمریکا خواهیم بود. شما شاهد یک کشور دموکراتیک خواهید بود که دموکراسی را به منطقه کشورهای عربی گسترش خواهد داد. موج دموکراسی از آمریکای لاتین شروع شد، بعداً به اروپای شرقی و حالا به منطقه عربی رسیده. و از منطقه عربی میتونه به آفریقا و کشورهای دیگه گسترش پیدا کنه. این یک نظم نوین جهانیه که غرب باید اون رو درک کنه. غرب باید بدونه که بدون دموکراسی دیگه رفاهی نخواهد بود. مهاجرت غیرقانونی به اروپا متوقف نخواهد شد و نفت با قیمت مناسب در اختیار اروپا قرار نخواهد گرفت. ظرف 60 سال گذشته حمایت غرب از دیکتاتوری در منطقه بی‌ثباتی و تروریسم و نارضایتی مردم را به دنبال داشته. حالا نظام دموکراسی میتونه مردم رو امیدوار کنه که کشورشون رو دوباره بسازن. بذارید حرف شما رو اینجا قطع کنم. آیا شما معتقد هستید که حکومت دوره پس از مبارک باید به طور فعال از شورشیان و جنبش‌های اعتراضی در لیبی، سوریه، بحرین و دیگر کشورهای عربی حمایت کنه؟ نه، فکر می‌کنم که شورای نظامی حاکم حالا فقط نگرانی و دغدغه‌اش مسائل داخلیه تا از طریق دموکراسی قدرت رو به مردم و غیر نظامی‌ها واگذار کنه. البته اتفاقاتی که در مرز می‌افته مهمه. اونها احتمالاً نگران لیبی‌ان چون با ما هم مرزه. مسئله تقسیم سودان هم هست و اینکه صلح و آرامش رو در مرز رفح برقرار کنه. و آخرین سوال، صحبت ما بیشتر در مورد دموکراسی بود. فکر میکنید اخوان المسلمین واقعا توانایی ایجاد دموکراسی در مصر رو داره؟ با توجه به اینکه شما برای سالیان دراز یک سازمان بسته و سری بودید که خودتون تمرین دموکراسی نکردید.
من معتقدم که مردم مصر یک نظام و کشور جدید دموکراتیک خواهند داشت برای همه مردم مصر، مسلمان و مسیحی، زن و مرد، جوان و پیر. فکر می‌کنم مردم مصر با روحیه‌ای که برخواسته از معنویت مسلمانان و مسیحیان، توانایی ایجاد و معرفی دموکراسی رو به همه دنیا دارن. دکتر اسام الارگان از شما برای حضورتون در برنامه هارد تاک متشکرم. متشکرم.